شما مثل همیشه ممنونم که کانال یوتیوب شری ولنس رو دنبال میکنید. مرسی که سابسکرایب میکنه. حتما حتما یادتون بمونه که زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید که از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنید. اما ویدیوی امروزمون بخش دوم سالسا رقص با آهنگ هستش. قسمت اولش رو قبلا توی ویدیوی دیگه درس دادم. اگر که میخواین رقص خوب یاد بگیرین، تمامی ویدیوهای سالسا رو که خیلی زیاد هم نیستش، ببینین استپ های ابتدایی رو، حرکت های بیسیک رو یاد بگیرین، چون این رقص مجموعه همون حرکت ها هست با یه تغییر کوچیک. بعد بخش اول رقص با آهنگ رو هم یاد بگیرین و بیاین با هم دیگه قسمت دومش رو تمرین کنیم. بخش جدید رو قسمت دوم و اول درس میدم، با آهنگ میرقصیم، بعد کلش رو یه دفعه با هم دیگه از اول میرقصیم. بریم که شروع. اول میریم 8 ضرب آخر از بخش اول رو با هم یه مرور میکنیم که بود پای راست ضرب در میوم از جلو پای چپ، 1 3 پای چپ باز و بعد سوزی کیو 5 6 7 که لرزش شونه رو اضافه میتونیم بکنیم بهش، یا اینکه فقط دستتون رو نگه دارین و ساده برین شونه تون حرکت کنه. پس میشه 1 3 5 6 7 5 چپ 6 راست 7 چپ. پس یه بار دیگه 1 3 5 6 7. حالا از اینجا شمارش بعدی اول پاش رو میگم بعد دستتون. پای راست رو، این حرکت رو تو ویدیوهای قبلی یاد گرفتیم، پای راست باز میشه با شماره 1 یک کمی قدم بزرگتر، 1 2 3 پای چپ زب در پشت، 3 پای راست و بعد از اون دوباره با شمارش 5 پای چپ رو بزرگتر باز میکنین، 5 6 7. یادتون باشه هر شماره رو حتما باید قدماش رو بردارید. پس میشه 1 2 3 5 6 7. حالا دستش چی میشه؟ دستش زمانی که دارم میرم با پای راست، دست چپ میاد روی سینه، بالای سینه دست رو میکشم و بعد از کنار بدن میاد پایین. پس میشه 1 2 3 5 6 7. یعنی دو تا دست برعکس عمل میشه. با پای راست که میرم دست چپ میاد، دست راست باز هست همینجور کنار میشه، 1 2 3. حالا عوض 5 6 7. پس یه بار دیگه میریم 5 6 7. 1 2 3 5 6 7. دست دیگه که داره میاد، این دست که از کنار بدن رفته بود میاد بالا. پس یه بار دیگه 5 6 7. 1 2 3 دست عوض 5 6 7. حالا از اینجا میخوام برم حرکت بعدی، دقت کنین، یا یعنی که میخواین یه دفعه من از پشت هم برم حرکت رو ببینین. پس میشه حرکت 5 6 7. 1 2 3 5 6 7. یه بار دیگه 5 6 7. 1 2 3 5 6 7. خب حالا از اینجا 5 6 7. حرکت بعدی ما هر 8 ضرب و توش حرکت داریم، 1 2 3 4 5 6 7 8. اینطوری نیستش که فقط بگیم 1 2 3 5 6 7. خب حرکت پاش چجوریه؟ اول میریم از قبلی، اگه بخوام برم پای راست باز میشه، میشه 1، پای چپ میاد پشت 2، پای چپ 3، پای چپ 4. به این حرکت میگن تپ، یعنی وزنتون رو نمیندازین روی پایی که داره حرکت میکنه، پا فقط میخوره زمین و سری جا به جا میشه. وزن من روی همه شماره ها رو پای راست هست، 1 2 3 4. پس یه بار دیگه میشه راست چپ راست چپ، که اولیش چپ میاد زب در پشت پای راست، پا کشیده میره بغل، دوباره میاد رای پشت پای راست زب در. حالا اتفاقا دوباره شماره 5 هم با پای چپ میریم، حالا عیناً حرکت جهت دیگه انجام میشه، وز رو پای چپ 5 6 7 8. پس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. که چون این آهنگ آروم هستش، ما میتونیم روی هر ضرب به راحتی بدون که خیلی سریع باشه این حرکت رو انجام بدیم. پس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. برعکسش رو میرم ببینید، 1 2 3
4 5 6 7 8 خب پس 1 2 3 4 5 6 7 8 حالا دستش زمانی که میرم 1 دست راست میاد روی کمر میشه دست چپ زاویه 45 درجه به سمت چپ باز میشه و میمونه میشه 1 2 3 4 نگاه هم به اون سمت هست و وقتی عوض میکنم 5 6 7 8 دست عوض میشه خب پس از حرکت اول یه دفعه دیگه میریم تا اینجا میشه 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 یه دفعه از اول تا اینجا رو میریم پس میشه 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 دوباره 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 حالا از اینجا حرکت بعدیمون اول حرکت پاش رو میرم و بعد حرکت دستش حرکت پاش تو زاویه سمت راست هستیم زاویه 45 درجه به سمت جلو درسته میشه 1 مثل بیسیک 2 هم مثل بیسیک اما همزمان که 2 رو میذارم جلو باسن از سمت چپ نیم دایره به سمت پشت که پای راست خم میمون خمه و پای چپ صاف میمونه یه حرکت رو از این سمت هر شماره رو یاد میدم بهتون و بعد توی جهت درست میریم پس میشه 1 2 سه حالا 5 6 7 با پای چپ 5 6 7 قدم به سمت عقب که قدم ها رو کوچیک و پشت هم یا کمی ضرب در میذارید فقط خیلی بزرگ نباشه پس میشه 1 2 3 5 6 7 اما دستم توی این حرکت به این صورت بود دیگه درسته وقتی 1 2 3 رو میرم دوتا دست میاد به سمت سر آرنجا بالا سینه باز میشه 1 2 3 پس 1 2 3 5 6 7 5 6 7 دستا کنار بدن چرخش شانه به سمت عقب که پای چپ رو میرم شانه به سمت چپ پای راست شانه به سمت عقب ببخشید یعنی هر پای رو میرم همون سمت شانه از جلو حرکت میکنه میره به سمت عقب یعنی میشه 5 جلو اول 6 و 7 پس 1 2 3 5 6 7 اما جهتمون به این صورت هستش میگیم 1 2 3 5 6 7 و حرکت آخرمون چطور به چه صورت هست؟ حالا از اینجا دوباره میشه 1 3 یعنی حرکت همین حرکتی که دارم عقب میرم رو به سمت جلو میرم ولی این بار روی شماره 2 یه مکسی دارم یعنی هر قدم رو یکی رو روی شماره 1 برمیدارم یکی رو شماره 3 میشه 1 3 خب پس میشه دقت کنین 1 2 3 5 6 7 1 انگار که دارم خرامان قدم برمیدارم 1 3 پس میشه 1 3 اما شماره 5 پای راست به سمت راست شماره 6 پای چپ باز و شماره 7 میچرخیم که تو چرخش 7 میتونید دوتا پا رو کنار هم نگه دارید اما وزن روی پای چپ یا حتی میتونید یه ذره پا رو بالا بیارید باز هم وزن رو پای چپ که شماره 1 بعدی میشه پای راست پس میشه 1 3 5 6 7 1 پای دیگه یا 1 3 5 6 7 1 خب میریم از اول حرکت ها رو یه سری انجام میدیم یک یا دو دور تمرین میکنیم و بعد میریم با آهنگ پس بود 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 و از اینجا میریم روی حرکت آخرمون که 1 3 5 6 7 1 دوباره یه دور دیگه میریم 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2
سه چهار پنج شش هفت هشت یک دو سه پنج شش هفت یک سه پنج شش هفت یک دو بریم با آخر. سالسا آن تو نیویورک سالسا رقص با آهنگ ایشاله که حرکت ها رو دوست داشتیم. دوباره مثل همیشه تکرار میکنم کلید یادگیری تمرین و تمرین و تمرین صبر و صبر و صبر. حتما حتما نتیجه میگیرید و یادتون باشه یادگیری هیچ وقت پایان نداره. هر چقدر بیشتر یاد میگیرید تازه میفهمید که هیچی بلد نیستیم. بنابراین باید همیشه یاد گرفت، همیشه تمرین کرد و همیشه با پشتکار روز به روز بهتر کرد و سطح بهتر و زیباتری از رقص رو تجربه کرد. مرسی که تو این ویدیو هم همراه من بودین. خیلی دوستتون دارم و توی ویدیوی بعدی منتظرتونم.